سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم. در این شماره از تفسیر خبر با شما خواهم بود در ساعت پیش رو از لس آنجلس. بررسی میکنیم چون شماره های پیشین تفسیر خبر آخرین رویدادها و اخبار رو در عرصه داخلی ایران و آنچه رو که در منطقه و در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرن. چرا حملات علیه دولت محمود احمدی نژاد رو به افزایش است؟ آیا این اقدام در مسیر سرپوش نهادن بر ناتوانی های دولت کنونی و مجموعه حکومت صورت می‌گیرد؟ چرا همچنان مسئولان حکومت فقیه، ولایت فقیه در ایران کسانی را که سران فتنه می‌نامند مورد حمله قرار می‌دهند؟ آیا حکومت فقیه در ایران در پی ایجاد و گسترش اپوزیسیون مخالفان داخلی خود یا عرصه فعالیت آنان است؟ در منطقه آنچه که در عراق می‌گذرد و روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، حماس همچنان با برقراری آتش‌بس مخالفت کرده است. حماس چه سودی در ادامه جنگ دارد؟ و رویدادهای دیگر بررسی میکنیم در گفتگو با میهمانان این شماره تفسیر خبر در لندن، آقای ناصر محمدی روزنامه نگار، و در آلمان برلین آقای پرویز دستمالچی نویسنده پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی و جناب دستمالچی عزیز که مایه افتخارم هستش که در خدمتشون هستم و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی، اشارشون به شنوندگان از این بابت هست که برنامه تفسیر خبر مثل بقیه برنامه‌های ایران فردا، شبکه تلویزیونی ایران فردا، بر روی امواج رادیویی به طور همزمان پخش میشه. آقای دستمالچی گرامی، پرویز عزیز سلام. آقای شالنگی با درود به شما و همچنین جناب ناصر محمدی عزیز. آقای محمدی گرامی، ببینید مسائل در ایران بسیاره. من در برنامه‌های دیگه هم برشون مردم به قول علما، یکی مسائل روزمره، از هوای آلوده بگیرید تا سبزی آلوده از ورامین میاد، تا داروهای تقلبی، تا برنج مسموم، تا امواج زیانبار دکلهای مخابرات و بسیاری دیگه از مسائلی که وجود داره مردم دامنگیرش هستن. مسئولان جمهوری اسلامی یکی از محورهای حرفا، برنامه، سخنانشون دو چیزه در حال حاضر. یکی دولت احمدی نژاد، انگار که این دولت رو شما و آقای دستمالچی من آمدیم و 8 سال ازش حمایت کردیم، و دوم کسانی که سران فتنه می نامند. ما یک کسانی که
آنچه رو که جنبش نامیده شد در 88 و همچنان ولخون معامله هم نیستن. چرا به جای رسیدن به مسائل مردم، این دولتی که صاحب کلید مکتبی هم بود مسائل اینچنین شده، فقط کاسه کوزه رو چرا باید بر سر احمدی نژاد شکن اگر قرار کاسه کوزه ای شکسته بشه؟ از شما میشنویم آقای من. حالا من اجازه بدید که به این نکته اشاره بکنم که اتفاقا کاسه کوزه رو، حالا قبل از اینکه به سوال پاسخ بدم، پاسخ‌گوزه رو نباید بر سر احمدی نژاد و یارانش شکست به واسطه اینکه تمام اقداماتی که آقای احمدی نژاد انجام دادن در طول 8 ساله گذشته مورد تایید و حمایت و پشتیبانی شخص آقای خامنه‌ای بود، اصلا بدون تردید، و هیچ کس هم جرأت نمی‌کرد که حتی به کار ایشون انتقاد بکنه. دیدیم که وقتی مثلا مورد انتقاد آقای رفسنجانی بود، رهبر آمدن گفتن نه، من فکرم به آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. تمام برنامه‌هایی که اجرا کردن از اون مسکن مهر رو نمیدونم هدفمندی یارانه، شما حساب بکنید در مورد هدفمندی یارانه ها بسیاری از اقتصاددانان به ایشون هشدار دادن که این کار غلطه، نقدینگی رو وقتی افزایش میدهید در جامعه قیمت ها بالا میره. حالا میبینیم که حرفاشون درست در اومده. اما اینکه چرا برمیگردن، شما به نکته بسیار ظریف اشاره کردید. خب آدم صحنه رو، حالا تا شما یک بخشایش رو گفتید که هوا و آب و نمیدونم دارو و غیره و غیره، مردم با این مشکلات مواجه هستن. گوشت نداره بخوره، زندگیش نمیچرخه، پولی که حقوقی که دستمزدی که میگیره به زندگی نمیرسه، مجبور دو سه تا کار انجام بده، و تازه آخر الامر بعد ببینید که لنگه. خب تو این وسط آنچه که میبینیم در صحنه واقعا برای پوشوندن اون نارسایی هاست که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی منظورم هست، خب نتوانست انجام بده. حتی کار به جایی رسیده که دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها دارن خشک میشن. اما وقتی میایم نگاه میکنیم، حالا میخواهید همه رو بندازید گردن آقای احمدی نژاد، و هر روزم که میبینی آقا 2,000 میلیارد تومان اینجا دزدی شده، 3,000 میلیارد تومان اینجا دزدی شده، 4,000 میلیارد تومان اونجا، از این حرفا میزنن، و تو طرح ساختمان سازی اینجوری خوردن بردن، و تا حالا گویی که اصلا اینا خبر نداشتن. حالا یک، ولی همه اینا رو که با هم جمع بکنید، آنچه که به دولت آقای احمدی نژاد و یاران آقای احمدی نژاد نسبت میدن، در مقایسه با اون پولی که درآمد ایران بود در عرض 8 سال 750 میلیارد دلار درآمد نفت بود، که بسیاری، بخش بسیار بزرگی از اون صرف لبنان و صرف فلسطین و صرف سوریه و غیره و ذلک شد، اونها ازش گفتگویی نمیشه. چرا؟ چون خود رهبر اصلا اجازه داده، اصلا به احمدی نژاد مربوط نیست. و بعد میایم یه بخش دیگرش هم سران فتنه. آقای محسنی اژه‌ای میگوید که نه، این سران فتنه رو ما نمیتونیم از حصر آزاد کنیم. اینا در، یعنی یه کاری کردن که تمام رؤسای جمهور قبلی، جناب چالنگی، دشمن نظام، در فهرست دشمنان نظام هست. امروز آقای خاتمی رو میگوین این دشمن هست، سران فتنه است. آقای موسوی یه روزی مدیر اجرایی این مملکت بوده. آقای رفسنجانی هم یواش یواش دارن وارد، حالا آقای احمدی نژاد هم داره میره توی کسانی که مخالف هستن. تمام اینا برمیگرده به اینکه شخص آقای خامنه ای دلش میخواهد که همه گوش به فرمانش باشن، بدون برو برگرد. نه تنها گوش به فرمان باشن، بلکه فرمان رو ببرند به صورتی به مردم تحمیل بکنند، بتونن تبلیغ بکنن. معذرت میخوام لفظو به کار نمیبرم، ولی واقعا این همه چاپلوسی کردن رو ایشون اون رو دوست دارن، و متاسفانه میبینیم که بازیهایی هم که داره انجام میشه، چه در مورد این مسائلی که در مورد فرهنگی به دولت اعتراض میکنن که حالا اگر فرصت شد میشوان بهش اشاره کرد، مسائلی که در مورد فرهنگی اشاره میکنن، مسائل دیگری که اشاره میکنن، بازگشتن دوباره حزب الله و انصار حزب الله تو خیابونا و فلان، همش برای این استش که یک جو جدیدی ایجاد بکنن و جامعه رو
منحرف بکنند به اون طرف، از جمله این تفکیک جنسیتی در شهرداری و اداره ها که قرار دارن انجام بدن. خب شما شرکت به چاپلوسی که و تملق که البته خب سابقه دیرینه متاسفانه در تاریخ ما داره، اما ظریفی میگفت نه این بابا، این ظریف وزیر خارجه حکومت ایران، نکته سنجی میگفت که چاپلوسی در ایران کنونی، در حکومت کنونی که امر پسندیده هم نیست، حتی چاپلوسی هم به ابتذال کشیده شد. نکته ایست برام. اما آقای دستمالچی عزیز، ببینید اشاره کردن آقای موسوی، آقای کروبی و بسیاری دیگه از کسانی که در دولت‌های پیشین سمت‌هایی داشتن، نقش داشتن در پایه‌گذاری جمهوری اسلامی، در تحکیم حکومت فقیه دست داشتن، به هر حال اعتقاداتشون بود و تلاششون بود، هر چی که بوده آمدن حکومتی رو پایه‌گذاری کردن، آقای محمد خاتمی و بقیه که سرباز عادی رو هم اعدام کرد همین حکومت به جرم، به این جرم، جرمی که دادگاه انقلاب گفتن که در تحکیم حکومت طاغوت به گفته اونها سهم داشت. این رو تمام آقایونی که الان آقای رفسنجانی و بقیه چنین کردن، در دولت آقای رفسنجانی حتی فتواهای اجرا شد که بگم خدمت شما که قتل‌های بسیار در آلمانی که شما هستید، از فریدون فرخزاد گرامی بگیرید تا خلبان محمدی و اون طرفتر را کاظم رجوی، و در فرانسه هم که مشهور هست آقای دکتر شاپور بختیار و بقیه، عبدالرحمن برومند، دکتر سیروس الهی و بقیه. ببینید بس بر سر این که آقایون مثل آقای محمد خاتمی، مثل آقای رفسنجانی، مثل بقیه، چرا اگر اینها ظلم هست، این اقداماتی که الان انجام میشه، چرا با صدای بلند نمیان صحبت کنن؟ چرا نمیان اعتراض کنن؟ حالا این، حالا اون دو شخص، آقای موسوی، آقای کروبی و بقیه، میگیم در بند هستن، بگذاریم. کسی مثل کاظمنی بروجردی در زندان هم هست، به هر حال با هزار مصیبت شده، بیانیه حرفشو به خارج از زندان میرسونه، ولی چرا صدای اعتراض اساسی بر نمیاد؟ خب میتونه تاییدی باشه بر اقداماتی که انجام میشه. حالا یک مقداری آقای رفسنجانی اگه در لزوم مثلا یک سند صد و چند هزار دلاری مصباح یزدی رو بندازه بیرون و بعد تا صدای اون خفه بشه، یا بعد دیگه همین، چرا؟ سوال من این هستش. من فکر میکنم مجموعه به خصوص این آقایان که در قدرت بودن و الان هم هستن، نمیتوانن روی مسائلی دست بذارن که دامن خودشون هم خواهد گرفت. به هر حال درسته که این فرد و یا اون فرد اینقدر یا اونقدر خوردن و یا دزدیدن، ولی خب مردم از خودشون سوال میکنن که خود آقای هاشمی رفسنجانی درسته که در رابطه با این یا اون چیزهایی رو میگه، ولی خود ایشون الان یکی از ثروتمندترین مردان دنیا هستن و قبل از انقلاب هرگز چنین ثروتی رو نداشتن، حتی یک صدومش رو. خب مردم از خودشون میپرسن که اگر ایشون آدم درست کاری بوده در این زمینه ها، این ثروت رو بالاخره از کجا به دست آورده؟ مگر می شود یک نفر در دوران بسیار کوتاهی که در قدرت بوده از راه های درست بتواند به چنین ثروت هایی دسترسی پیدا بکنه؟ خب در نتیجه مجموعه این خانوم ها و یا آقایان، به ویژه آقایان، در یک سیستمی عمل می کنند که خود اونها جزی از اونها بودن و نمیتونن بیش از حد برن جلو، برن که دامنگیر خودشون هم خواهد شد. من در رابطه با همین پرسشی رو که شما از آقای محمدی کردید در رابطه با مسئله احمدی نژاد و حمله به احمدی نژاد، ببینید واقعیت این استش که سیاست اتمی آقای احمدی نژاد در 8 سالی که دنبال کرد که خودش پایه‌گذار اون سیاست نبود،
مسئله سیاست تأسیسات اتمی ایران و برنامه ریزی برای دستیازی به بمب اتمی در زمان دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی پایه‌گذاری شد. مسئله تأسیسات آب سنگین عراق رو که آقای احمدی نژاد بنیاد نذاشت، شروع نکرد، آغاز نکرد، بلکه در دوران آقای خاتمی بود انجام گرفت. آنچه که ایشان آمد انجام داد ادامه همون سیاست هایی بود که 16 سال پیش از ایشون شروع شده بود و اینها این بار میخواستند با سیاست دیگری همون کار رو انجام بدهند و برای این کار و برای اینکه ملت رو به پشت خودشون بیارن از سیاست های اونو دفاع بکنن، طبق معمول دو دشمن دروغین درست کردن. یکی امریکا که از بدو قدرتیابی ولایت فقیهیان تبدیل شد به شیطان بزرگ، و یکی هم مسئله اسرائیل. من نمیدونم که ما با اسرائیل که اصلا با ما مرز مشترکی نداره، نداشته و هیچ وقت هم دشمن ایران نبوده و سیاست های ضد ایرانی عمل نمی کرده، بلکه برعکس همواره ایران رو دوست استراتژیک خودش در منطقه در تقابل با سیاست های عرب میدیده، ما چه دشمنی با اونها داریم؟ ولی به هر حال سیاست انکار هولوکاست، سیاست حمله به اسرائیل و به نابودی و غیره که الان هم دو مرتبه داره شروع شده و ادامه پیدا میکنه. میخوام بگم مسئله آقای احمدی نژاد و اولا سیاست های آقای احمدی نژاد نیست و طبق قانون اساسی مسئول تعیین سیاست های اصلی و کلی نظام مقام رهبری است و رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام اجرایی کشور که میبایستی تصمیمات رهبری رو اجرا بکنه. یعنی آنچه را که آقای احمدی نژاد انجام داده در چارچوب سیاست‌های ولایت ولی امر بوده. یک دلیل بسیار بسیار محکم برای اینکه اونها هم در پنهان آقای احمدی نژاد رو مسئول نمی‌بینند، بلکه این مسئله بازی برای افکار عمومیه، این استش که اگر واقعا آقای احمدی نژاد مسئول تمام این سیاست‌های غلط چه در زمینه اتمی چه در زمینه اقتصادی و یا مالی بوده، چگونه است که با تمام این اتهاماتی که بهش زده میشه رهبر ایشون رو پس از پایان مقام ریاست جمهوریش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد؟ خب اگر ایشون در 8 سال گذشته چنان سیاست هایی کرده که این جامعه رو به بن‌بست و فاجعه کشونده، چگونه منتخب به مجمعی می شود که تازه سیاست های نظام رو باید تشخیص بده؟ در نتیجه خود این سیاست نیست. یعنی توجه بفرمایید مصلحت نظام هست. خب شما به طنز میگویید مصلحت نظام، ولی نهادی است که بر فراز مجلس و بر فراز شورای نگهبان نشسته است تا در موارد ضروری مصلحت رو تشخیص بده، و یه نفری که برخلاف مصالح جمهوری اسلامی عمل کرده این رو نمیتوان به اونجا منتسب و یا منتخب کرد. در نتیجه مجموعه این سیاست ها بیشتر برای گول زدن افکار عمومی، در همون زمانی که آقای احمدی نژاد این کار رو میکرد و رهبر از سیاست های ایشون دفاع میکرد و میگفت ایشون از همه به رهبر نزدیکتره، در همون زمان رئیس جمهور کنونی رئیس شورای عالی امنیت ملی نظام بود که در واقع سیاست هایی رو که انجام میگرفت حتما با تایید ایشون هم بوده. یعنی مجموعه این رهبران و غیره در یک کشتی نشستن، گاهی اینطوری عمل میکنن گاهی اونطوری عمل میکنن، ولی همگی دست در دست همدیگه داره. در رابطه با سران فتنه هم خب
معلومه اگر قبول میشم بفرمایید. در رابطه با به قول اونها سران فتنه هم اگر که قرار باشه اونها را آزاد بکنن، یعنی اینکه در آنچه رو که 5 سال گذشته انجام دادن میپذیرن که اشتباه کردن و در نتیجه اونها را آزاد نخواهند کرد. اضافه این که آزادی آقایان مونتبی و کروبی و خانم رهنورد میتواند این سیاست رو، این سوء تفاهم رو به وجود بیاره که حکومت میخواهد آرام گشایش بکند، فضای سیاسی رو باز بکند و این میتواند سوء تفاهمی بشود که رژیم رو پایین بکشه. حالا این قابل بحثه، منطقه بسیار هستن در کسانی که در زندان هستن، بسیار هستن کسانی که در همون چی که جنبش سبز نامیده شد، البته خواهان این نبودن به عصر طلایی امام بازگردن و جان دادن، زیر شکنجه مورد تجاوز قرار گرفتن و هنوز هم در زندان هستن و پیش از اون از جنبش دانشجویی کسانی مثل آقای ارژنگ داوودی که از عجیبترین اتفاقات قضایی هست، لابد این هم نوعی عدالت اسلامی در ولایت فقیه هست که زندانی که محکوم به زندان داره دوره زندان خودش رو میگذرونه به اعدام محکوم میشه بعد از 10-12 سال و بیشتر، البته سابقه داره، وزیر دادگستری دولت حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی، آقای پور محمدی هست که چون این احکامی رو قبلا اجرا کرد با کشتار زندانیان در دهه 60 که ایشون نقش اساسی داشته، جز ستنی بوده که فرمان آیت الله خمینی رو اجرا کرده. اما آقای محمدی عزیز، به این نقطه در این هستش که در ایران و مثل بسیاری از کشورهای دیگه حساسیت وجود داره مردم نسبت به دزدی. حالا اسم این خزانه هست، بیت المال هست، هر چی که هست، دزدیدن این بیت المال و پول از سفره مردم این آشکارترین نوعی است که مردم میتونن تشخیص بدن. خیلی ممکنه دزدی نکنن، یعنی بیتون مثل آقای رفسنجانی که متهم هست صاحب چندین میلیارد نباشه، به گزارش ماهنامه یا فصلنامه یا گاهنامه فوربس که مهمترین نشریه اقتصادی جهان است درباره سرمایه‌داران بزرگ، که آقای رفسنجانی جزء لیست میلیاردرها هست در این نشریه، خیلی ممکنه دزد نباشه، خیلی ممکن از بیت المال چیزی بر نداره، کما اینکه گفته میشد خود آقای خمینی چنین بود، راست یا دروغ و بسیاره. اما کارهایی که میکنن ضررش به مراتب بیشتر از دزدی های چند میلیارد دلار است. بسیار بودن بعد از انقلاب، آقایونی آمدن، ایرانی وجود داشت کم و بیش به سمتی داشت میرفت، در سن 21-22 سالگی جانشین نشستن بر کرسی هایی که کسانی نشسته بودن که تخصص هایی داشتن، تیه سالگیان از جمله گسترش صنایع ایران، از جمله رادیو تلویزیون ملی ایران، از جمله کارهایی لطماتی که به کشور زد. همین آقای رفسنجانی شاید دزدیش آنچنان مهم نباشه که هست بدون تردید، منتها به گفته آقای منتظری جنگ ایران عراق رو از طریق تلفنی اداره میکرد، در تماماتی که در جنگ زد. 8 سال جنگ ایران به مراتب بیش از سرمایه است که ایشون و گروه ایشون دوست. تفسیر شما میشنم آقای محمد. ببینید جناب شالنگی، اولا در مورد دزدی ها خب نمیشود ازش به این راحتی گذشت. نه نمیگذاریم، اما اهمیت چیزهای دیگر هم نباید فراموش. ابدا ابدا، درست دارید میگید، اون یکی چیزها رو هم نباید فراموش کرد. مثل متاسفانه نظامی است که این فساد و دزدی و چپاول تمام سراسر بدنه نظام رو در واقع در خودش فرو برده و وقتی نگاه میکنید شما میبینید که از بیت رهبری شروع میشود، تعارف هم نداره. اون اشاره ای که میکردیم راجع به چاپلوسی و غیر و ذالک، برای اینکه کسانی بتوانند به حکومت نزدیک بشوند که بتوانند رانتخاری بکنند. آخر شما میبینید در شهری که
فرض کنید یک نفری دو تا اتاق میخواد اجاره کنه پول نداره، بعد میبینید سرداران سپاه و غیره وزالک یکی دو تا هم نیستن. اینها آپارتمان های چند میلیاردی دارن، حتی صحبت این هستش که مثلا ماشین اتومبیل پسر فلان آقا 2 میلیارد تومان قیمتش، آخه یه حساب یش سنار نیست. و بعد وقتی ریشه یابی میکنین که حالا بخشی از اون که اینها اعلام کردن، مثلا آقای بابک زنجانی است، مثلا آقای زراب است، مثلا همکاران آقای احمدی نژاد، بخش های آقای صادق محسودی، تازه اینها به فرمایش شما به درستی هم دارید میگید اینا بخش کوچکشه. عرض کردم خدمتون 750 میلیارد دلار درآمد نفت بوده است در 8 سال آقای احمدی نژاد، که اتفاقا بیشترین قیمت نفت هم در همون دوران بود. معلوم نیست چی شده، چطور ممکن استش که این همه پول آدم به دست بیاره یک سرمایه گذاری نکرده باشه، که امروز چین میخواد فایننس بکنه، تازه اون هم تعلل میکنه، تازه ما اونجا 30 میلیارد دلار پول داریم که در واقع نگهش داشتن در اونجا به واسطه تحریم ها. یا برمیگردیم اون سوء مدیریتی که در کلام شما در واقع بهش تلویحا اشاره میکنید، خب همینه. برمیگردیم ببینیم آقای احمدی نژادی میاد، یک قراردادی امضا شده است، یک بیانیه سعدآبادی امضا شده است و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که من داوطلبانه غنیسازی اورانیوم رو متوقف میکنم سال 2003. یه مدتی بی دردسر دارن کار میکنن، شرکت ها میان میرن، یه کارهای البته کار اساسی هم نکرد. ولی درست 2-3 ماه قبل از اینکه آقای خاتمی بخواد برود، آقای احمدی نژاد بخواهد بیاید، قفل و راک و مهر و اینا رو میشکنن، دوباره شروع میکنن. از همون موقع جشن هسته‌ای و شعارهای هسته‌ای و اسرائیل باید از بین برود و غیره و زالک شروع میشه، که این 8 ساله شاهدش بودیم. خب حالا میگویند باز همون مظلوم نمایی که آقا ما رو تحریم کردن، ما رو بدبخت کردن، بیچاره کردن، دوا نداریم، بهانه درست میکنن، در حالی که این تحریم ها اصلا کی باعثش شده؟ آقا حداقل کار این استش که اگر یک کشوری باهاش شما میخواد از بین برود، هر روز مرگ بر فلان میگید، رابطهشو قطع کنه دیگه. این یه حداقل. تازه چندین هشدار هم دادن در مورد همین مسئله اتمی. حالا در مورد مسئله اتمی شما نگاه بکنید، از سال 2012 که آمدن در جولای 2012 اتحادیه اروپا سانکشن و تحریم گذاشت روی خرید نفت و بعدش هم روی مبادلات بانکی، تازه آقایون سر حساب شدن که نه دیگه این یکی رو تحمل نمیتونن بکنن. درست میگن آقای دستمالچی، اون سیاست هایی که آقای احمدی نژاد اجرا میکرد با تایید رهبر، با حمایت او بود، و حالا هم آقای حسن روحانی را آوردن با حمایت ایشون که بیاید و این مسئله حل کنه. فقط این جمله را اضافه کنم، شما ببینید در همون اولی که آمدن توافق ژنو رو امضا کردن چه مخالفت هایی در داخل می شد، تا اینکه آقای خامنه ای آمدن چند تا سخنرانی کردن که آقا در این زمینه مزاحم دولت نشید. فعلا اون سر صدا خوابیده، به اصطلاح اعتراض های فرهنگی شروع شده. شما هم یه کلمه اعتراض رو به کار بردید، گفتید این جنبش سبزی ها آقا خاتمی و غیر و زالک چرا اعتراض نمی کنن. مسئله این هستش که جناب چلنگی، اونهایی که اعتراض کردند مثل آقای موسوی، مثل کروبی یا دیگران، ببینید به چه حالی افتادن. خب اینا هم میدونن که همکارانشون چیه. آقای محمدی ببینید، ما وارد این بحث الان حرفا خواهیم پرداخت، بسیار بده آقای موسوی یا آقای کروبی یا هر کسی دیگه ای از حقوقی که داره محروم بشه. بله آقای موسوی، آقای کروبی اگر جرمی مرتکب شدن باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن. دادگاه عادلانه نه چی که در ایران هست، این یه بحث دیگه است. اما به چه روزی افتادن، خب برای حصر خانگی چیزی بعدی میتونه باشه هر چی که هست، ولی شما ببینید کسان دیگه به چه روزی بدتری افتادن. قصدم این هستش که جناب چلنگی این روز میگه که کسان قم من خوزه نار بسا کسا که به روز تو آرزومند است یا اوندکی سکستی برای ببینید نه در سهراب عربی هست، بقیه که در زندان هستن. بله
چرا در برابر اینها سکوت میشه؟ چرا در برابر اینها حرفی زده نمیشه؟ چرا کسانی که و و و صحبت ها بسیار به این موضوع حتما روز خواهیم پرداخت. اجازه بدید فقط این را عرض کنم، قصدم این استش که این که از زمان به هر حال همراهی، اولا من این رو باید حتما دوباره اشاره کنم که نخستین جنبشی بوده در تاریخ معاصر ایران از صدر مشروطه تا به این ور که روحانیت شیعه رهبریشو نداشت. آقای کروبی هم همراه جنبش بود، ولی خب آقای کروبی هم بالاخره زمانی مسئولیت های بزرگی در این حکومت داشت، هم رئیس مجلس بود، هم رئیس بنیاد شهید بود. آقای موسوی همینطور نخست وزیر دوران طلایی امام بودن، همون دورانی که کشتارهای زندانی های سیاسی بوده. من متهم اینو به کار من و شما نیست روزنامه نگار، اما همه اینا هست. بسیار بسیار بده آقای موسوی، آقای کروبی در بازداشت خانگی هستن یا هر چیز دیگه، خیلی اصلا کار درستی نیست. اما نکته این هستش که از اساس باید همه از حقوق خودشون برخوردار باشن. دوران طلایی امام که اشاره میشه بهش، ببینید اشاره من هم اتفاقا نسبت به همین نکته است که شما دارید اشاره میکنید. ببینید جناب چلنگی، بحث بر سر این هستش که حالا سابقه ای که آقای موسوی دارد، آقای کروبی دارد، اینا رو همه میدونیم که اینا بخشی از نظام بوده، اما اصلا چه کار کرده؟ آیا جز این هستش که نهایتا آمدن گفتن ما به این انتخابات اعتراض داریم؟ کاری که تو همه کشورها می شود، از جمله تو روسیه و غیره و زالک، تو همین افغانستان شاهدش بودیم. آقا دیگه کشتن و زدن و گرفتن نمیخواد. من بحثم آقای موسوی و کروبی فقط نیست، بسیاری رو کشتن و بعد خب نهایتا این هستش که بازشماری آرا بشه یا نه در نهایت نهایتش تجدید انتخابات بشه. اگر هم حصری هست، اگر هم چیزی هست، خب به قول شما بیارن محاکمه کنن. چرا نمی کنن؟ به خاطر اینکه می ترسن. آقای دستمالچی نکته خوبی رو اشاره کردن، گفتن می ترسن از اینکه خیلی مسائل رو بشه اون وقت که به کل نظام لطمه بزنه. و دیگر اینکه اون کسانی که من نمی‌خوام کسانی که در این حکومت نقشی داشتن، سمتی داشتن، تا به امروز ثابت شده هر ظلمی هم برشون بره، آنچه رو که در پس پرده بوده بیان و ابراز کن. نمی کنن. من شخصا از آقای ابراهیم یزدی، ایشون بله، در کنار آقای صادق خلخالی نشست در دادگاه های اولیه انقلاب، آقای ابراهیم یزدی، آنچه هم که بر سر ایشون آمده بعدا بعد مخالفش هستم. آقای یزدی باید از حقوق شهروندی خودش برخوردار می بود حتما در هر جایی، و جوابگوی مسئولیت هایی که داشت هم در یک دادگاه یا هر جایی هست. درست نبیدیم چه درست. آقای یزدی عرض کنم خدمت شما در دادگاه های اولیه انقلاب سمت دادستان داشت، ویدو هست، شرکت داشت، وزیر خارجه این نظام بود، در مذاکرات پنهانی انقلاب به نوشته خودشون. من از ایشون حد در واشنگتن اون موقع 1998 جلسه مطبوعاتی بود سوال کردم مذاکرات آقای رمزی کلارک و شما و آقای خمینی، شما تنها کسی بودید، چه شد در اون مذاکرات رمزی کلارک از واشنگتن آمده دادستان پیشین آمریکا و وکیل بعدی صدام حسین و بسیار پیامی که آورد، شما اون پیام چه بود که شما مترجمش بودین که پس از اون هست که آقای خمینی لحنش از اجرای قانون اساسی به رفتن شاه منجر میشه؟ ایشون حرفی که به من زدن هستن میخوان بیان بشینن در ایران فردا باز صحبت میکنیم، گفتن من یه آدم سیاسی هستم، حرفای خودم رو تر هر زمان منتشر لازم باشه منتشر کنم. حرف من این بود که آقای یزدی، این مربوط به شخص شما یا حزبی یا هر چیزی نیست، مربوط به یه ملته. من نگفتم، برگردم خلاصه کنم. آقای ابراهیم یزدی همه این مصیبت هایی هم به قول شما بر سر جمهوری اسلامی میاره، آخر کار تقریبا یک ماه پیش مصاحبه هم که میکنن آقا
حرفی رو که میزنن اینه که باید من از این، من نمیگم نباید بکنن، عقیده شون هر عقیده ای دارن، باید حفظ جمهوری اسلامی هر چکه هست باید این اقدامات کرد، اون اقدامات رو نکردن. این صحبت رو من شخصا تا به حال ندیدم یکی از آقایون بیاد اون اسرار پشت پرده رو بگم بوده، ولی یه چیز مهمی رو بیاد اون وسط بذاره. آقای رفسنجانی از آقای مصباح یزدی خب بسیار داره، ولی حالا چون لازم شده یه دم خروسی رو نشون دادن، 150 هزار دلار ایشون خرج چیز کرد. آخه آقای مصباح یزدی کیف و میل و بیت المالشون خیلی بیش از 150 هزار دلار هست آقای رفسنجانی. و بفرمایید آقای، به هر حال به همون دلیلی است که خودتون الان اشاره کردید، به خاطر اینکه اینا بخشی از نظام هستند و معتقدند به نظام و میدانند که اگر این اسرار رو فاش بکنند نظام پایه‌هاش بیشتر از این لق خواهد شد. از چی انتظار داریم که مثلا بیاد اعتراض بکنه؟ دیگه چهره خیلی خیلی موجهشون آقای خاتمی است، هرگز همچین کاری نمیکنه. یه آدمی که میاد میگه من تدارکات چی بودم، من اصلا خدمات چی بودم، نه از اینا نمیشود انتظار داشت جناب چلنگی که بخواهند اعتراض به کل نظام بکنند. فرمودید من این برای ذکر. اما ببینید آقای دستپاچی عزیز در آلمان، ببینید من اون برای قضیره باید اشاره بکنم، بودم کسانی بودم از روزهای نخستم، کسانی مثل آقای گلزاده غفوری در مجلس خبرگان، من این رو اشاره کردم که در اونجا بودیم در نوشتن قانون اساسی که شما تخصص دارید در زمینه قانون اساسی، اساسا در همه کشورها به خصوص ایران. آقای گلزاده غفوری جزء اون مجلس بود و بعداً به مرور من روزی رو که ایشون گذاشت و رفت تقریبا دیدم، از حاشیه رفت و گوشه نشست. هم دوره همین آقای مکارم شیرازی بود و همین آقای خامنه‌ای و بقیه، من دیدم آقای علی حجتی کرمانی رو دیدم که گوشه‌گیری کرد برخلاف برادرشون آقای محمد جواد کرمانی، حجتی کرمانی گوشه‌گیری کرد، گوشه نشینی کرد، عزت نفس خودش رو، اعتقادات خودش رو محترم شمرد و همچنان در همون سراح جاله در همونجا در همون خونه بسیار بسیار معمولی و محترمش زندگی کرد و خانوادش و سرانجام هم سکته کردن. بودن کسانی و اکنون هم هستن مثل آقای کاظمینی بروجردی و روحانیون دیگه. ما دیدیم آقای منتظری رو، مردم دیدن بر سر اعتقاداتش جانشینی آقای خمینی رو نادیده گرفت. کسانی مثل آقای کاظمینی بروجردی همچنان در زندان هستند. خواستار جدایی دین از حکومت، حرف اساسیش این هست برای حفظ احترام دین و حفظ مصالح مردم نه نظام. جدایی دین از حکومت همین چیزی که به هر حال افکارشون که بسیار تحت تاثیرش قرار گرفتن، شاعرانی، نویسندگانی در همین آلمانی که شما هستید به زودی یک کنفرانس البته با اسم دیگه هست ولی ناگفته پیداست که تحت تاثیر افکار آقای کاظمینی بروجردی هست، حالا نام سکولار داشته باشه یا هر چیزی. برای چرا حرف من این هستش که چرا روحانیون غیر دولتی آقای دستمالچی عزیز ساکت هستند در برابر این آنچه که ندایی میاد که این ضد اسلام هست، این اقدامات درست نیست و هر چه که هست؟ این سکوت رو شما چطور توجیه میکنید؟ شاید هم خب حق دارن تایید میکنن، من نمیدونم. ببینید آقایان روحانیان چند بخش هستن، یه بخششون که کارگزاران همین رژیم هستن، فرض کنید که در شورای خبرگان رهبری فقط 86 تن مجتهد نشسته و یا ما در حدود 200 امام جمعه داریم که هر جمعه دستوراتشون رو از بیت رهبری میگیرن و نهادهای تبلیغات رهبری هستن و یا نمایندگان معمم رهبر در تمام نهادها و سازمانها و ارگانهای دولتی و یا غیره. اینها یه بخششون خب جیرخاران این حکومت هستند، به ثروت و قدرت و غیره دست یافتن. خب اینا چرا باید مخالفت بکنن؟ اونایی که
دارای وجدان اندکی بودند و میدونستند که آنچه را که بیان می شود از طرف ولایت فقیهیان که گویا اینها نمایندگان امام پنهان هستند و به نمایندگی از طرف الله و غیره حرف میزنند، اینها همش حرفای پوچه و آنچه که برای اونها مطرحه مقام هست و ثروت، و برای دست یازیدن به مقام و ثروت دست به هر جنایت و دزدی زدن. این واقعیت 35 ساله جمهوری اسلامی است و این رو احتیاج به استدلال زیاد نداره، همه دیدن اعدامای بی رویه رو که در اول انقلاب انجام گرفت، ترورهای خارج از کشور، ترورهای درون کشور، قتل عام زندانیان سیاسی، سرکوب وحشیانه تظاهرات 5 سال پیش در رابطه با رأی منکو که معروف به جنبش سرتود و غیره. یه بخشی از این آقایان خب از قبل این حکومت و این سرکوب ها جیباشون رو پر کردن، خونه های چندی میلیاردی دارن، بر منابع طبیعی ایران دست انداختن، بر قدرت سیاسی، قضایی و غیره دست انداختن. و خب اینها نخواهند رفت، نه تنها نخواهند رفت، اینها با رژیم همپایی و همپایی کردن تا حالا و از این بعد هم خواهند کرد. یک بخش دیگری که حاضر نشدن وجدان و انسانیت خودشونو به این نظامی که در وقاحت و شقاوت و قساوت یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخ و جامعه ایرانه، اونا حاضر نشدن وجدان خودشونو به این بفروشن، اینها کنار کشیدن و به این دلیل ساده توان اعتراض های بزرگ رو ندارن که به راحتی سرکوب میشن و اینها رو به راحتی تحت عنوان های گوناگون، شما دیدید که با آیت الله منتظری چه کردن. به هر حال کاری رو که آیت الله منتظری کرد باید توجه داشت که ایشون جانشین آیت الله خمینی بود و ایشون پشت کرد به این مقام. برای چی؟ برای اینکه انسانیتش رو نفروشه. حالا اینکه من با نظرات ایشون موافق هستم یا مخالف هستم امری دیگری است، ولی ایشون به این مقام و به این قدرت و به این ثروت پشت کرد و ایستاد در برابر اونها. شما دیدید که یک سری اراذل و اوباش چگونه تحت عنوان نیروهای معتقد اسلامی و یا حزب الله و یا انصار به خانش حمله کردند، توهین کردند و چه سختی ها کشید. خب دیگران هم اینا رو دیدن و میترسن، به همین دلیل نمی کنن. خب البته من این نکته رو بگم، آیت الله منتظری بسیار احترام برانگیز بود اقدامی که کرد و همونطور که اشاره کردید من هم اشاره کردم که بخشیدن اون مقام بر سر اعتقاداتی که داشت. اما خود آیت الله منتظری هم در خاطراتش وقتی میکنیم صحبتهایی که میشه این کاملا روشن هست که به آنچه که نظام مقدس جمهوری اسلامی مینامید وفادار بود. اشکالی من نمیدیدم برای اینکه وفادار باشه، خب اعتقاداتشون بود، حقشون بود، این چیز داشته. این رو هم که توضیح میدم برای روشن شده برای کسایی که در جریانات یعنی احتمالا نخونه خاطراتشون. حتی مواردی که ازشون پرسید میشه سکوت چرا کردید، در اون مورد میگفت برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم بود، من اون درد و رنج و هر چی رو تحمل کردم. احترامشون به خاطر اقدامات انسانیشون در اون زمینه حتما پابرجا خواهد بود در زمین تاریخ. اما آنچه که انجام میشه آقای محمدی عزیز، ببینید آقای رفسنجانی و بقیه که گاه چون اسنادی هم منتشر میکنن و این به نظر میاد همون شعری که در میون مردم رواج داشتن ببری مال مسلمان چون مالت به شما، استاد شعر ادبیات نیز هستید برای تصدیق خواهید کرد، ببرید مال مسلمان و چون مالت ببرن داد و فریاد برای که مسلمانی نیست. همین نیست آقای محمد؟ والا اینا که اصلا کارشون همینه، واقعا مال مسلمین رو میبرند و
مال غیر مسلمین هم برای اینکه تبعیض نباشه اونم میبرن. بله ببینید، چپاول و واقعا غارتی که در این مدت شده، اصلا اشاره کردن آقای دستمالچی، یکی از فرازهای نادر تاریخ ایرانه که یک چنین حکومتی، حالا شقاوت و قساوت و ایناش سر جاش، و این فسادی که سر تا سر حکومت رو فرا گرفته واقعا حیرت انگیزه. نمیخواهم بگویم که در اونجا مسئولین سالم وجود ندارن، ولی این روندی که داره جلو میره، خب میبینیم آقای خامنه‌ای یا آقای اونهایی که رهبرند و تصمیم گیر هستند، فقط و فقط کسانی که سرسپرده باشن همین شرطشه، میشود رئیس قوه قضاییه. الان خودشون میگوین، یا مثلا میشود رئیس مجلس یا رئیس دولت میشود، که اگر اون سرسپردگی رو هر روز نیاد اعلام بکنه، تازه واسه اونم دردسر تولید میکنن. ما ندیدیم در این 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد یک اعتراضی بشود که آقا یکی از یاران ایشون دزد فلانه، حالا شروع کردن اونم واسه این که یه عده دیگر رو قربانی بکنن به خاطر اون دزدی های اصلی. بله مال مسلمون رو میبرن، خیلی راحت هم میخورن، ولی بالای منبرها وقتی که صحبت میکنن میگوین مولا امیرالمومنین وقتی که عقیل آمد ازش چیزی خواست از بیت المال، آتش گذاشت کف دست برادرش که آقا تو میخوای من به آتش جهنم بسوزم. اگر اینها رو واقعا باور میداشتن بهش، اساسا به پرنسیپل و اصول قبول داشتن، چنین فسادی واقعا نمیتوانست در ایران رو خود. آقای محمدی عزیز ببینید، الان سالگرد در گذشت محمد رضا شاه پهلوی، بله، پادشاه فقید ایران در واقع روز گذشت پری روز. ببینید شعاری داده میشد که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. منظور محمد رضا شاه پهلوی، دیو فرشته در آمد. خمینی شاعرانی هم برای ایشون فرشته ای که در آمد شعر گفتن، پیش در آمد این فرشته در آمد هم من و شما مثل ما میدونیم چه کسانی چه نوشتن و همه این صحبت. بخواید یک نگاهی بکنید، البته این توقع من نابجا باشه که بگم کاملا بی‌طرفانه، چون نمیشه بود، به هر حال مردم هستن و سفره مردم 30 چند سال. این فرشته ای که در آمد واقعا میخواید بگید در این 30 چند ساله هیچ نکته مثبتی، دستاورد مثبت در سطح ملی برای مردم ایران اگه بخواید بگید چه داشت؟ در سطح ملی ببینید، واقعا وقتی اشاره میکنید جناب چلنگی، به قول فردوسی یکی داستان است پر آب چشم. اصلا این رفتن و آمدن، و رفتن دیو و آمدن فرشته و چه اتفاقاتی افتاد، اشاره کردید اون شاعرانی که شعر میگفتند، به طور کلی نقش روشن فکران، آنهایی که آمدن آوازشون رو بخونند، خیلی داستان داره. واقعا آدم وقتی میره تو عمقش نگاه میکنه میبینه که چه کلاه گشادی بر سر مردم رفت و چگونه مردم خودشون رو در واقع از یک زندگی که به هر حال حتی ببینید دشمنای محمد رضا شاه باشن، همه الان هم میگن که بله ما نون داشتیم ولی ایمان نداشتیم، اون موقع هم میگفتن، اتفاقا خیلی از همین روشنفکرا هم میگفتن. الان میبینیم بازار روشنفکری به جایی رسیده است که جناب دستمالچی یک کتابی رو نوشتن، اندیشه های بدفرجام، و واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه تازه روشنفکرای اینها هم به فکر چنین حکومتی هستن. منتها میگن حالا آقای مثلا خامنه‌ای خوب نیست، کسی دیگری باشد، در حالی که اصلا ساختار ساختار غلطی است، و به خاطر اینکه ساختار غلطه توش یه همچین مسئله پیش میاد، و الا ما هم فکر میکنم که دیو رو عوضی گرفتیم، هم فرشته رو عوضی گرفتیم. جناب چلنگی بسیار خوب، این ناصر خسرو بیتی داره که شاید معرف این دوران تاریخ ایران باشه که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شد. این بیتی من همینطور اشاره کردم دیگه، قضاوت آنچه که بوده و آنچه که هست و آنچه که میتواند باشد با خود شماست. من فقط
جنبه اطلاعاتی قضیه برای ما. آقای دستمانچی عزیز، در سطح ملی ببینید الان بحران فلسطینی ها هست و اسرائیل، تردیدی نیست اقداماتی که میشه، هر کودک هر جا کشته بشه، فلسطینی اسرائیلی هر جا، دردناک است. همون که فروش خرید و فروش کودکان ایرانی در دروازه قار و کرمانشاه هم دردناک و همه جای جهان. حماس آتش‌بسی که اعلام شده رو موافق نیست تمدید کنه. دست جمهوری اسلامی پشت حماس هست. چه سودی جمهوری اسلامی داره در ادامه بحران میونه فلسطینی ها و اسرائیل به قیمت کشته شدن صدها فلسطینی؟ خبری که خب خیلی معتقد هستن که این خبر غزه و اینها کشتار سوریه، کشتار مردم سوریه هم پیمان حکومت ایران رو تحت شعاع قرار داد. از شما میپرسم برای مردم ایران، سفره مردم ایران چه سودی داره حمایت از گیرم که یه دیرم به خیابان آوردن و محکوم کردن اسرائیل هر چه کرد؟ ببینید، برای چون شما گفتید پرسشتون برای سفره مردم ایران، حتما ضرر داره، برای اینکه مخارج بسیار سنگین رو روی دست دولت و یا حکومت جمهوری اسلامی میذاره که اینها همگی میتوانند خرج مشکلات جامعه خود ما بشن. شما اشاره کردید، به هر حال فرقی نمیکنه موقعی که یک انسانی فلسطینی است و یا اسرائیلی هست، اینها دو انسانند که بر اساس یک اتفاق، یکی در اونجا به دنیا آمده است، یکی در اینجا. یعنی اینکه فلسطینی شدن و یا اسرائیلی هستن، اینها خودشون تقصیری ندارن، اتفاقه. در نتیجه کشته شدن هر کدومشون جای تأسف و تأثر داره که متاسفانه این اتفاق افتاده. اما به نظر من آنچه که حماس انجام داد، من ارزیابیم این است، شما توجه بکنید که مسئله حمله موشکی حماس با اون وسعت به اسرائیل در زمانی شروع شد که مذاکرات اتمی در وین به بنبست رفت و عملا به توافق نرسیدن. اینو حالا که موکول کردن به 4 ماه دیگه، که من فکر نمی کنم در اونجا هم بتوانن به توافق برسن. در اون زمان با وجودی که حماس شروع به موشک پرانی به اسرائیل کرد و اسرائیلیا اخطار دادن، 3 روز تمام بهشون اخطار دادن که چنین کاری رو نکنید، قطع بکنید، ما حمله نخواهیم کرد، ولی انجام دادن، اونم با موشک‌های دوربردی که تقریبا تمام اسرائیل رو زیر پوشش گرفت بود، به طرف نیروگاه اتمی اسرائیل موشک برسید. تفسیر حرفای دستمان چی؟ سودش چی هست برای جمهوری اسلامی؟ اشاره کرد مذاکره وقت کم، مذاکرات اتمی و آیا سود دیگه داره؟ سودش رو جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتواند از طریق به آتش کشوندن منطقه، چون در لبنان از طریق حزب الله دیگر نمیتواند، در سوریه دیگر نمیتواند، خودش درگیر جنگه، در عراق دیگر نمیتواند، خودش درگیر جنگه، به این دلیل از طریق حماس این کارو کرد که به غرب فشار بیاره که سر مسئله توافق اتمی بهش امتیاز بدن و این امتیاز نگیره. آقای محمدی 1 دقیقه وقت داریم، جنبه خبرش به کنار، چه سودی داره برای مردم ایران این داستان؟ والا من فکر میکنم جناب شالنگی، اگر جمهوری اسلامی این حمایتاش رو نمیکرد، در این مدت ما به صلح بین عرب و اسرائیل میرسیدیم. اما سودی که براشون داره به طور کلی جمهوری اسلامی، نقشه اساسیش، آنچه که اعلام کردن در قانون اساسی هم هست، تسلط بر تمام منطقه است، بین تمام کشورهای مسلمان. تردیدی نیست که شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی یکی از مسائل عمده هست که خلاف توافقنامه های صلح هست. اما بازارگرمی جنگ و جنگ افروزی در منطقه در این دورش بدون هیچ تردید از حماس آغاز شد،
این خبر رو هم من بدم که نشریه گلابس گزارشی رو منتشر کرده، گزارش دقیق و مورد تایید نهادهای بین المللی دیگه، سرمایه های رهبران سازمان حماس 5 میلیارد دلار، خالد مشعل رهبر سیاسی حماس نزدیک به 3 میلیارد دلار، آقای موسی ابو مسعود مسئول شاخه نظامی حماس. بخشی از این پولا از سفره مردم ایران به حماس به ساقهای رهبران حماس در قطر جاهای دیگه منتقل شد. امیدواریم روزی پایان بگیره این جنگ و مردم فلسطین و همینطور اسرائیل و منطقه در صلح به سر ببرن. فلسطینی ها فرزندان خودشون آینده روشن براشون داشته باشن در کشور مستقل خودشون در همسایگی اسرائیل و در صلح و صفا همه مردم منطقه. با امید به چنین روزی و با سپاس از آقای ناصر محمدی عزیز و همینطور آقای پرویز دستمالچی، برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. روزگارتان خوش باد.